محبتتون خیلی ممنونم آقای امینی. درباره این آقا که در واقع گفتین که یک دانشمندی بود، رضا شاهی بود، دانش اندوخته. بله. درسته؟ تیمورتاش رو میفرمایید. بله. یعنی تیمورتاش در واقع در قامت یک مصلح اجتماعی با دیدگاه های آمرانه از بالا به سپهر سیاست ایران آمد و خیلی برداشت های اروپایی داشت و میخواست که ایران پیشرفت بکنه. آدم ناسیونالیستی بود، ولی به هر روی هنگامی که انسانی در چارچوب یک ساختار خودکامگی، یک ساختاری که به هر روی بخواهیم و نخواهیم با فساد هم همراه میشود، به اون ساختار آلوده میشود، جنبه های منفی اون ساختار رو با خودش می آورد و به اون آلوده می شود. ولی روی هم رفته باید گفت که در میان، به داوری من، در میان برجسته ترین کسانی که دولت پهلوی رو پایه‌گذاری کردند، ما می توانیم سه دسته آدم های برجسته رو، آدم های بزرگ رو از هم جدا کنیم. یکی گروهی کسانی که از دل انقلاب مشروطه و جریان کوشش رایزنانه برای پیش برده مشروطه بیرون آمده بودند که برجسته ترین اونها تقی‌زاده و فروغی بودند در فراز رضا شاه به پادشاهی. گروه دوم کسانی که جدا از این که چه نقشی در انقلاب مشروطه داشتند یا پس از انقلاب مشروطه به سپهر سیاست وارد شده بودند، آدم هایی بودند که میپذیرفتند که برای پیشرفت ایران باید یک دولت متمرکز، قدرتمند و خودکامه بر سر کار باشه، که در این راستا تیمورتاش مرد اول بود و داور و نصرت الدوله فیروز پس از اون در واقع این کار رو میکردن. گروه سوم هم شخصیت های نظامی بودند که پیرامون رضا شاه گرد آمده بودند و رضا شاه از این خانواده نظامی بیرون آمده بود، خانواده ای که بیشتر اونها از پیشینه قزاق‌خانه برخواسته بودند، دانش کلاسیک نداشتن، درس نخوانده بودند، درس نظامیشون همون کارهایی بود که در قزاق‌خانه انجام داده بودند، به زبانهای اروپایی آشنایی نداشتن. اینجا و اونجا کسانی میان اونها شاید اندکی زبان روسی بلد بودند. بین اونها یک نفر استثنا بود و اون هم جهانبانی بود که درس خوانده بود و در روسیه مدرسه رفته بود و زبان روسی رو خیلی خوب میدانست. همسرش اصلا روس بود و فرزندش هم نادر جهانبانی، اگر به یاد داشته باشید، چهره بسیار ایرانی روسی داشت و موی بور و چشم آبی و حالا یا هر چیزی، که اعدام شد در دوران جمهوری اسلامی. این سه دسته رو باید از هم جدا کرد. در میان همه این آدم ها اگر یک نفر رو بتوان به عنوان سازنده و مهندس پادشاهی رضا شاه از او یاد کرد، اون خیلی ها میگویند دبیر اعظم بهرامی است، میگویند که فلان کس و بهمان کس است، اما آدم اصلی در فراز رضا شاه به پادشاهی، آدم اصلی در پروراندن رضا شاه برای پادشاهی و در اداره دولت رضا شاه در نیمه نخست پادشاهی او، تیمورتاش بود. و به داوری من رضا شاه پس از میان بردن نصرت الدوله فیروز و به ویژه پس از خانه نشین کردن و سپس محاکمه و زندان کردن و کشته شدن تیمورتاش در زندان و سپس کنار رفتن داور، مهمترین و برجسته ترین و درس آموخته ترین شخصیت های پیرامون خودش رو از دست داد. اگرچه فروغی و تقی‌زاده در سپهر سیاست کنار او باقی ماندن، اما اونها آدم های اصلی فراز رضا شاه به قدرت نبودن، کار خوب دولتی میکردن. اینکه از سال 1312-13 به این سوی دولت رضا شاه بزرگترین نخبگان پیرامون خودش رو از دست داد و وارد سراشیبی شد که در پایان کار، هنگامی که بریتانیا و
دولت شوروی آماده دخالت اضافی در ایران در دوران جنگ جهانی دوم، هیچ آدم برجسته پیرامون او باقی نمانده بود و باید گفت که با مگر فروغی. فروغی هم نبود، فروغی خانه نشین بود. فروغی رو، رضا شاه فروغی رو پس از حمله متفقین با اصرار نخست وزیر کرد. فروغی خانه نشین بود و اصلا مورد توجه پادشاه نبود، چون پدر داماد او رو کشته بودند و خود فرزند او هم در زندان، یعنی داماد او در زندان بود. و نه، با از میان رفتن تیمورتاش، یک کتاز سپهر سیاست، آدم های مانند کسانی بودن که آیرون بودن، مانند آدم هایی که بر روی اصلا اون مایه اداره کشور رو نداشتن. تیمورتاش یک انسان استثنایی در اون دوران بود و به راستی باید گفت که جوانمرد شد. پیش از اینکه 50 سال بشه بعد از میان رفت و ایران یکی از مهره‌ها و شخصیت‌های توانای خودش رو از دست داد. همینان گرامی در ببخشید من اینجا فقط یک جمله‌ای رو بگم، قصدم تعریف از تیمورتاش نیست، ولی یکی از سرسخت‌ترین مخالفان تیمورتاش در سپهر سیاست تقی‌زاده بود و ایران تیمورتاش در یادداشت‌هایی که از او به جای مانده، اصلا تقی‌زاده رو مهمترین مسئول کشته شدن تیمورتاش می‌دونه. من فکر نمی‌کنم درست باشه نرزاوی، ولی تیمورتاش در اون خاطرات طوفانی در مورد تقی‌زاده در مورد تیمورتاش می‌گوید بوزد جمهر ایران بود. خیلی مهمه که تقی‌زاده در مورد تیمورتاش از اون به عنوان بزرگ مهر یاد میکنه. سیار علیس، دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا شهر را که کشته فر او. اینو برای ایشون گفتن. بله، نه اینو شما البته مولانا در مورد ماجرای پادشاه سمرقند، خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او، این بسیار در دفتر یکم مثنوی است، بسیار هم سروده زیبایی است. ولی این کاملا درسته اینکه فرمودید و طاووس رو به دلیل پر زیبای او میکشند و میگوید که شاه هم که به جای بلندی برسد میتواند به دلیل فر و تواناییش از میان برود. در این دنیای غرب آمریکا، هنگامی که هنوز ما به دوره چیرگی کامل حکومت قانون نرسیده بودیم، در اون دنیایی که میگفتن وایلد وست یا غرب وحشی، که آدم ها هفتیرکش بودند و علیه یک دیگر گردن افرازی میکردن، میگفتن هر کی به جای بلندی برسه بالاخره یک کسی میرود برای که نام‌آور بشود او رو میکشد و بعد کسی دیگری برای نام‌آور شدن او رو از میان میبرد. تیمورتاش قربانی دو چیز شد، درگیر شدن با بریتانیا و دیگری بلند پایه شدن او تا جایی که رضا شاه رو هم حتی به بیم و هراس آورده بود. همینان گرامی، ما در دو سه هفته گذشته با آقای امینی درباره زندگی و فراز و فرود تیمورتاش و نقش یک وزیر دربار مقتدر در بنای دولت پهلوی نشستیم. تقریبا از همان نخستین سال آغاز پادشاهی پهلوی، یعنی از میانه سال 1305 تا هنگام بیمهر شدن رضا شاه به تیمورتاش و خانه نشین شدن او، این وزیر دربار که مرد دوم ایران شناخته می شد، یک کتاز بی‌رقیب سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک ایران بود و نوشتند که رضا شاه هم در باره او گفته بود که حرف تیمور حرف من است. تیمورتاش
یکی از زمینه‌های مذاکرات و درگیری‌های دیپلماتیک ایران با دولت بریتانیا که از دیرباز نیرومندترین بازیگر سیاسی در خاورمیانه به شمار می‌آمد و اینک با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم سرزمین‌های پیشین عثمانی یک کتاز منطقه بود، موضوع مالکیت بحرین و رابطه بحرین با ایران بود. آقای امینی، اگر ممکن است برای آگاهی بینندگان ما شمه‌ای درباره پیشینه تاریخی رابطه بحرین با ایران و زمینه این ادعای دولت ایران که بحرین بخشی از خاک ایران است آگاهی هایی در اختیار ما قرار بدهید. بسیار سپاسگزار هستم. ببینید، از بدید برای اینکه این موضوع رو تا حدودی روشن کنم برگردم به یک مفهوم جهانی بیرون از خاک ایران. مالکیت و مرز ملی به مفهومی که امروز ما از آن سخن میگوییم یک پدیده زاده 500 سال گذشته است، یعنی از زمان پیمان وستفالیا در آلمان پس از جنگ‌های درازی که در اون دوران روی داد، دولت‌های نوبنیاد و تازه‌پای اروپایی شناسایی مرزهای یکدیگر رو آغاز کردن، اما این شناسایی هم قطعی نبود، یعنی هنوز هم دستخوش دیگرگونی هایی بود، تا جایی که در حتی پیمان ورسای پس از جنگ جهانی اول بخشی از آلمان جدا شد، به فرانسه پیوست، یا بخشی از آلمان در شرق آلمان از آلمان جدا شد و یکی از واکنش های مردم آلمان و رویاوری اونها به هیتلر در همین واکنش به پیمان ورسای بود. در کشورهای مانند ایران چیزی به نام مرز تا پیش از انقلاب مشروطه یا شاید کمابیش 50-60 سال پیش از انقلاب مشروطه وجود نمی داشت. نخستین بار که در ایران کوششی برای شناسایی مرز رسمی کشور انجام شد در پیمان ارزروم بود که در دوران امیرکبیر روی داد. پیمان بسته شد و سپس جعفرخان مشیرالدوله مهندس باشی رفت برای اینکه این پیمان رو در واقع اجرا بکند، با دشواری هایی که از حوزه گفتگوی این برنامه خارج است و ما سند نداشتیم، ما نقشه نداشتیم، خیلی چیزهای دیگری که بر روی تاریخ دوران گذشته ایران از اون توهی بوده. در پیش از دوره قاجار و حتی پیش از دوره نادر نیروی نظامی ایران مرز ایران رو تعیین میکرد، یعنی اینکه کجا ایران دارای نیروی نظامی و فرمان روایی است و حاکمان محلی به کی باج میدهند آشکار میکرد که اونها زیر حاکمیت ایران هستند یا نیستند. معروف است این نامه هایی که شورشیان افغان، محمود افغان برای پادشاه صفوی، آخرین پادشاه صفوی نوشته برای سلطان حسین، خودش رو رعیت ایران به شمار آورده، یعنی افغانستان بخشی از ایران بوده و به راستی باید گفت در جریان حمله افغان ها به پایتخت ایران ما با یک جنگ داخلی روبرو هستیم، نه حمله بیگانه به داخل ایران. همان گونه هم در جریان دو جنگ ایران و روس هست، جنگ اول ایران و روس و جنگ دوم، که این وفاداری خانهای قفقاز به ایران و میزان نفوذ ایران در اون منطقه است که نشان میدهد یا بخشی از ایران هستند یا نیستند. بحرین هم همین گونه است. منطقه وسیعی که به نام بحرین شناخته میشد، تنها جزیره بحرین نه، بلکه بخشهایی از خاک امروز عربستان و چندین جزیره دیگر، اینها از دوران شاه عباس به عنوان بخشی از پادشاهی ایران شناخته شدند، یعنی در پیمان بسیار بسیار مهمی که میان ایران و شرکتی که در واقع نماینده دولت بریتانیا بود، در واقع شرکت هند شرقی، حالا هند که اسمش نبود ولی کمپانی
معروفی که به نام کمپانی در واقع عمل میکرد، ولی دولت بریتانیا پیمانی که میان ایران و بریتانیا در میناب بسته شد در دوران شاه عباس، چیرگی ایران رو بر سرتاسر پیرامون خلیج فارس به رسمیت شناخت. با واژه خلیج فارس هم از این منطقه یاد می شود، یعنی تمام سرزمین های شمال و غرب و جنوب خلیج فارس به عنوان سرزمین های پادشاه ایران شناخته شد. و پس از این پیمان دولت پرتغال، اسپانیا و دیگران هم اونها هم پذیرفتند، اما قدرت اجرایی بود که باید این کار را انجام می داد. از زمان نادرشاه به این سوی تا دوره قاجار روشن بود که بحرین به عنوان بخشی از ایران است و در اون دوره خاندانی که بر بحرین چیره بود خاندان آل خلیفه بود. اینها از اون دوران به این سوی بر بحرین چیرگی داشتن و باج به ایران میدادن، یعنی خودشون رو تابع دولت ایران میدانستن. در دوره قاجار رفته رفته این وابستگی کمرنگ شد، یعنی دولت قاجار که بسیار ناتوان شد به ویژه پس از میانه دولت قاجار، زمان پایان محمد شاه در دوره ناصرالدین شاه و دوره مظفرالدین شاه، تقریبا بسیاری از این مناطق رو واگذار کردن. با پولی که می گرفتن چندان بهایی نمی دادن که کی در اونجا فرمان روایی دارد، تا جایی که در دوره مظفرالدین شاه با پولی که خزعل به مظفرالدین شاه داده بود نه تنها لقب تازه‌ای برای خزعل گرفتن، بلکه برای نخستین بار او که پیشتر فرمان روای خوزستان و عربستان بود رو به طور مطلق فرمان روای عربستان خواندند، یعنی تمام منطقه رو عربستان نامیدند که در تاریخ ایران اصلا این وجود نمی داشت که تمام خوزستان رو عربستان بخوانند، منطقه عرب نشین خوزستان رو عربستان میخواندند. همین واژه ستان فارسی در کنار عرب نشان این است که این واژه واژه فارسی بوده، فارس به عربی. در دوره مورد گفتگوی ما، یعنی در پایان دوره قاجار و آغاز دوره که پس از مشروطیت است، بحرین باج ده به ایران نبوده و ایران چندان نقشی در اداره امور داخلی بحرین که آل خلیفه اونجا رو اداره میکرد نمی داشت. پس از فروپاشی دولت عثمانی بریتانیا یک کتاز منطقه شد و بر سرتاسر کشورهای منطقه، تنها لبنان و چند منطقه کوچک دیگر بیشتر وابسته به فرانسه شدند، ولی دیگر کشورها رو دولت بریتانیا به عهده گرفت. در عربستان یک دولت تازه سر کار آورد و در عراق و اردن دو فرزند کلیددار کعبه رو آورد و به پادشاهی نشاند و کویت درست کرد از اونها و در مجموعه سرزمین هایی که امروز امارات خوانده می شود خلیفه ها رو به رسمیت شناخت و عجبه بحرین رو به عنوان سرزمینی که بریتانیا بر اونها چیرگی دارد، تحت حمایه بریتانیا می باشد شناخت. در دوران پس از انقلاب مشروطه دولت های ایرانی کوشش کردند که با این سیاست دولت بریتانیا مخالفت کنند و اعتراض کنند، اما این اعتراض در دوران رضاشاه است که خیلی جدی شد. تیمورتاش باید با مهندس اصلی این واکنش ایران به مالکیت بریتانیا بر بحرین بود و تا اون هنگام ایران جز یکی دو نامه‌ای که فرستاده بود برای نماینده بریتانیا در اون منطقه کار جدی در این زمینه نکرده بود و این رو باید به پای تیمورتاش، این امتیاز رو پای تیمورتاش نوشت. البته رضاشاه از او پشتیبانی میکرد که وارد کوشش برای اعاده مالکیت ایران بر نه تنها بحرین، تمام جزایر خلیج فارس و بندرهای ایران شد. خیلی ممنون آقای امینی. خب بفرمایید که شمعی درباره پیشینه تاریخی رابطه بحرین با ایران و زمینه این ادعای دولت ایران که بحرین بخشی از خاک ایران است، آگاهی هایی در اختیار ما قرار بدهید، چنانکه قبلا هم
درخواست کردم. من گفتم الان در واقع نکاتی گفتم در واقع همین بود. من به همین پرسش شما پاسخ دادم در واقع، و این پیشینه تاریخی رابطه ایران با بحرین رو در واقع توضیح دادم، چون به هر روی بحرین جزیره‌ای بوده که دورتر از خاک ایران بوده، خاک به هم پیوسته ایران بوده، و این است که چون ما نیروی دریایی هم نداشتیم، این نفوذ ایران نفوذ بالا رونده و پایین رونده بوده، یعنی اون گونه نبوده که کاملا روشن باشد که بحرین بخشی از خاک ایران است. از نظر اسنادی که در دست است، همه این اسناد گواهی بر این هستند که حتی دولت بریتانیا در فارغ از اسناد مالکیت ایران رو بر بحرین به رسمیت شناخته. در این زمینه اسناد و کتاب‌های زیادی نوشته شده. آقای امینی، آیا رضا شاه و تیمورتاش اصلاً به ساختن یک نیروی دریایی علاقمند بودند و کاری در این راستا اجرا کردند؟ ضمناً در جایی خواندم که در همین دوران دولت بریتانیا خواستار گرفتن امتیاز برای گشایش یک پایگاه هوایی در ایران بود. این موضوع چه نقشی در مناقشات میان ایران و انگلیس داشت؟ یعنی تا پیش از آغاز دوره پهلوی نیروی دریایی ایران، که البته از اون نیروی دریایی هم یاد نمی کردن، ما یک کشتی داشتیم در خلیج فارس، کشتی مظفری، و این کشتی تنها کشتی بود، البته کشتی هم که نبود واقعا، یه چیزی بود به نام کشتی، و این در واقع تنها سرمایه دریایی ایران بود در خلیج فارس، و کسی هم بهایی به این موضوع نمیداد، اهمیتی هم نداشت. پس از آغاز مشروطه و به ویژه چون در دوران مشروطه است که نخستین گفتگوها برای خرید کشتی آغاز می شود، یکی از کسانی که در این زمینه جایگاه بلندی داشت رئیس مجلس در اون هنگام بود که بعدها رئیس مجلس شد. پیش از اینکه رئیس مجلس بشود، در دوره ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه رفته بود به اروپا و گفتگوهایی کرده بود در دوره مظفرالدین شاه برای خرید کشتی، ولی اینها مسائل کناری بود. در دوره رضا شاه به ویژه با سیاستی که تیمورتاش در پیش گرفته بود، موضوع ساختن نیروی دریایی اصلا وارد فرهنگ سیاسی ایران شد. ما اصلا در فرهنگ سیاسی ایران تا این دوران پدیده‌ای به نام نیروی دریایی نداشتیم. نیروی هوایی که خیلی سالهای پس از اون اصلا به فرهنگ ما وارد شد و به سیاست و به زندگی ما وارد، چون اصلا در دنیا جدید بود. اما نیروی دریایی که پیشینه 400 ساله در جهان داشت اون هنگام، و اصلا از راه نیروی دریایی بود که بریتانیا یک قدرت مستعمراتی شده بود، کشور کوچکی مانند پرتغال مستعمرات داشت، اسپانیا مستعمرات داشت، کشور بسیار کوچک که امروز چند میلیون بیشتر جمعیت ندارد، در اون هنگام شاید از این هم کمتر بود، مانند هلند، به توانایی نیروی دریایی، کشتیرانی، بازرگانی توانسته بود به گوش و کنار جهان دست پیدا بکند. این در فرهنگ ما نبود اصلا. در فرهنگ ما این کار از دوران به ویژه دوران رضا شاه آغاز شد، و مهندس پدیدار شدن نیروی دریایی ایران در این دوران همین تیمورتاش است. این بذارید من نمونه های تاریخی رو یادداشت کردم خدمتتون بخونم، چون همه اینها در ذهنم نیست. این است که ببینید، البته باز میگردد، خود رضا شاه انگامی که میخواست با خزعل درگیری پیدا بکند، رفته بود به بوشهر، و برای اینکه از بوشهر به خرمشهر برود با گرفتاری روبرو شده بود، یعنی نمیدانست که از چه راهی نیروی دریایی وجود نمیداشت، از راه یک کشتی بازرگانی، قایق بازرگانی در واقع، همراه چند نفر از همراهان از بوشهر به خرمشهر رفته بود. در نتیجه دغدغه این موضوع که ایران باید به نیروی دریایی بپردازد مطرح شده بود، به ویژه با این نیرومند شدن دولت بریتانیا، و اینکه دولت بریتانیا به هر بندر ایران می آمد و به هر گوش و کنار خلیج فارس می آمد بیان که بهایی به حق حاکمیت ایران بدهد.
یکی از نخستین کارهایی که در دوران تیموتاش در سال 1106 انجام شد این است که دولت ایران دستوری رو، یعنی هیئت وزیران دستوری رو صادر کرد، مصوبه‌ای رو صادر کرد، به همه وزارتخانه ها فرستاد، به همه فرمانداری ها فرستاد و به همه کارکنان دولت که ابلاغ میکردش که هیچ کشتی بریتانیا بدون اجازه رسمی دولت ایران حق بندرگیری در خاک ایران رو نداره و حتی رفت آمد اونها در خلیج فارس باید با نظارت ایران باشه. البته دولت بریتانیا در آغاز کوشید بهایی به این موضوع ندهد، ولی خیلی زود دریافت که اگر این موضوع رو کنار بگذاره نمیتواند در زمینهای دیگر با دولت ایران کنار بیاید. همین موضوع نشان میدهد که تا چه اندازه این نوع نگاه که گویا از بنیاد دولت رضا شاه اصلا با دستور دولت بریتانیا هر کار رو انجام میداده بیپایه است، یعنی در زمینهای با دولت بریتانیا کار میکردن و در زمینهای کار نمیکردن. در این دوران یکی از کارهای تیمورتاش در این بود که در سال 1307 از جمله در سفر به اروپا مذاکراتی رو انجام داد برای خرید چندین کشتی برای ساختن نیروی دریایی ایران. البته در اون هنگام نیروی دریایی ایران افسون بر اون کشتی مظفری، سه کشتی رو هم که از خصعل گرفته بودن اینها شدن نیروی دریایی ایران. و واقعیت این است که ایتالیا در ساختن نیروی دریایی ایران خیلی نقش داشت، یعنی اصلا پرورش کارکنان نیروی دریایی ایران، ملوان ها و غیره، اساساً با ایتالیا بود و در اوج کار در دوران تیمورتاش نزدیک به 350 نفر سرباز ایرانی به عنوان ملوان رفتن به ایتالیا برای آموزش و به این ترتیب نیروی دریایی ایران ساخته شد. و در همین دوران بود که یک کسی ماننده به نام بایندور سرب، یعنی برجسته شد و فرمانده نیروی دریایی ایران شد، همون کسی که در جریان حمله نیروهای متحده به ایران کشته شد و این نیروی دریایی ایران بود. ولی در همین کارزار باید گفت که در همین کوشش جایگاه تیموتاش بسیار بسیار بلند است، یعنی او از کسانی بود که رضا شاه را قانع کرده بود که باید به ساختن نیروی دریایی بپردازیم. در مورد مسئله حق پرواز در این بود که دولت دو موضوع در واقع مطرح شده بود. یکی این که دولت بریتانیا برام بود که از قاهره به هند، البته اون موقع کراچی بخشی از هند بود، این پاکستان هنوز این جدایی به وجود نیامده بود، در نتیجه برای این که پرواز انجام بگیرد چون هواپیما هنوز نمیتوانستن کاملا از قاهره به کراچی بروند، بصره رو در نظر گرفته بودند برای اینکه هواپیما برود. و در این حال دولت بریتانیا دنبال این بود که یک اجازه‌ای برای ساختن یک پایگاه در هوایی در ایران به دست بیاورد، که در این مورد باز تیمورتاش یکی از کسانی بود که مقاومت کرد و سرانجام هم پذیرفت که با شرایطی حاضر بشود به این پرواز از بصره به سوی کراچی که باید از بخشای از ایران عبور می‌کرد تن در بدهد، ولی اجازه ساختن پایگاه هوایی رو تنها برای 3 سال به بریتانیا دادن. اینا نشان میدهد که ما با یک دولت درگیر با بریتانیا در اون هنگام روبرو هستیم. ممنون آقای امینی، چه اطلاعات جالبی. بفرمین که نخستین گامی که شخص تیمورتاش در زمینه اعاده حقوق ایران بر جزایر خلیج فارس انجام داد چه ها بود و آیا این اقدام ها بخشی از درگیری ایران با دولت بریتانیا به شمار می آمد؟ ببینید کاملا درست اشاره کردم، این در واقع در آغاز سومین سال پادشاهی رضا شاه بود که هیئت وزیران یه دستورالعملی صادر کرد به عنوان اینکه هیچ کشتی بریتانیا، هیچ کشتی خارجی اصلا نمیتواند بدون اجازه دولت ایران به بنادر ایران بیاد. این درگیری ها جنبه های جذابی هم در نوشتارهای تاریخی دارد. بحرین اهمیتش در برای بریتانیا اساساً به عنوان یک جایی بود که برای
تجارت برده و در این حال رفت آمد به سوی هند از اون استفاده میکردن. بریتانیا هنوز دست از تجارت برده بر نداشته بود، یعنی به طور پنهانی تجارت برده میکرد. هیئت وزیران در اون هنگام آمد یک مسببه ای رو تصویب کرد و خیلی جالب است، این یک نوع دهنکجی به بریتانیا بود که جرأت هم میخواسته با بله هر برده‌ای که وارد خاک ایران بشود آزاد است. بحرین رو خاک ایران حساب میکردن و در نتیجه گفته بودن که چون بحرین خاک ایران است، هر کوششی که برای تجارت بازرگانی برده در بحرین انجام بشود خلاف قوانین ایران به شمار میآید. ما این جنبه های بسیار دقیق تاریخ رو زیاد دنبال نکردیم، ولی از اون هنگام، یعنی در سومین سال پادشاهی رضا شاه، درگیری میان ایران و بریتانیا بر سر نه تنها بحرین، بر سر جاسک، بر سر چند جزیره دیگر، بر سر حق کشتیرانی در ایران آغاز می شود و در این دوران است که ایران به اطلاع دولت بریتانیا می رساند که بحرین بخشی از خاک ایران است و دولت بریتانیا این رو در آغاز واقعا به شوخی می گیره، یعنی جدی نمی گیره که چنین چیزی اصلا می تواند درست باشه. این گفتگوها اساسا میان سر رابرت کلایو، وزیر مختار انگلیس در ایران و نماینده رسمی بریتانیا برای این گفتگوها، به نمایندگی از طرف لورد چمبرلن وزیر امور خارجه بریتانیا، با تیمورتاش انجام می شود. تیمورتاش معتقد بود که خلیج فارس ملک بی چون و چرای ایران می باشه، هر جزیره‌ای که در اونجا هست اینها بخشی از مالکیت ایران به شمار میاد. خیلی هم جدی بود در این موضوع و گفتگوها خیلی بالا میگیره. گفتگوها تا جایی میرسد که ما در اسناد میبینیم که در گزارش هایی که از همین کلایو به وزارت امور خارجه بریتانیا رسیده، تیمورتاش رو به عنوان یک آدم اصلا آدمی که به اون نمیتواند اطمینان کرد، آدمی که لجباز هست و حاضر نیست کنار بیاید معرفی میکنند. و در دو دوره دو پیشنهاد، یکی از سوی ایران و دیگری از سوی بریتانیا در مورد بحرین مطرح می شود. و جالب اینجاست که خود شیخ بحرین هم معلوم نبوده کدام سوی خواهد رفت. اصلا جابجایی قدرت در بحرین هم وجود داشت. در گیرودار این مسائل شیخ بحرین که به ایران سفر می کنه از کار برکنار می شه و شیخ دیگری به جای او گمارده می شود. و بخش زیادی از مردم بحرین در اون هنگام ایرانی تبار بودن، ایرانیانی بودن که برای کار به اونجا رفته بودن یا خودشون رو ایرانی میدانستن و یک نوع واکنش خیلی جدی هم نسبت به سیاست استعماری بریتانیا وجود می‌داشت و در نتیجه یک نوع علاقمندی میان بخش بزرگی از مردم بحرین در این بود که خودشون رو با ایران همراه بکنند. ولی خب دولت بریتانیا نیروی دریایی داشت و حضور خیلی جدی نظامی در بحرین داشت و ایران تنها میتوانست واکنش پرسرصدایی را انجام بدهد. دو پیشنهاد از سوی ایران به دولت بریتانیا مطرح شده بود. یکی از اونها در این بود که ایران همچنان مالک بحرین باقی بماند و این رو اجاره بدهد به دولت بریتانیا، و پیشنهاد دوم همین بود که دولت بریتانیا بحرین رو از ایران بخره و پس از اینکه این بحرین رو از ایران خرید، اون وقت میتواند هر شیخی رو که بخواهد بر اونجا بر سر کار بگمارد. که خب منظور این بود که اول دولت بریتانیا باید مالکیت ایران رو بر بحرین میپذیرفت که سپس بحرین رو از ایران بخره، و اونها بیمناک بودن از اینکه در میانه گفتگوها پس از به رسمیت شناختن مالکیت ایران بر بحرین، ایرانیان دبه در آورند و بگویند که نه، شما که مالکیت رو به رسمیت شناختیم، ما این میزان پول رو نمیپذیریم، و جدی نگرفته بودن موضوع. این است که دولت بریتانیا با یک پیشنهاد دیگری به میدان آمد و اون این بود که دولت ایران حق حاکمیت بریتانیا رو بر بحرین بشناسد، از حق حاکمیت دست بردارد، پولهایی رو به ایران واگذار کند و در مقابل دولت بریتانیا چنین و چنان خدمتهایی به ایران خواهد کرد. واقعیت این است که تا پایان دوران رضا شاه، نخیر، تا پایان دوران چیرگی تیمورتاش، کار بحرین، گفتگوهای ایران و بریتانیا در مورد بحرین به انجام نرسید. و پس از دورانی که دیگر تیمورتاش در میان نبود
و مسئله پیمان نفت به وجود آمد، پیمان 1300 و هزار پیمان 1933 1312 دیگر مسئله بحرین کنار رفته بود، یعنی کسی در میان دولتیان بهای زیادی به این موضوع نمیداد. فروغی انگامی که نخست وزیر شد او هم دستور العملی صادر کرد و به دنیا اعلام کرد که بحرین ملک ایران است. البته اینها بیشتر جنبه اعلام موضع داشت، کاری دیگر در این زمینه صورت نمی گرفت. تنها در دوره تیمورتاش است که درگیری های رو در رو میان بریتانیا و ایران به وجود آمده بود و تمام یادداشت‌ها و گزارش هایی که امروز در دست است از وزارت امور خارجه بریتانیا نشان می داد که بریتانیا هیچ دلخوشی از رفتار و سرسختی هایی که تیمورتاش در زمینه کوشش برای اعاده حقوق ایران بر بحرین و جزایر دیگر می داشت هیچ دلخوشی از اونها نداشت. بله، در نوشته های تاریخی محدودی که در این زمینه در دست داریم آقای امینی، به ادعای ایران بر اروند رود، جاسک و چند جزیره و بندر کوچک و بزرگ کناره خلیج فارس برمیخوریم که بخشی از مذاکرات ایران و بریتانیا بودند. بله. در این زمینه چه آگاهی های میتوان داد؟ برید باز میگردد موضوع به ویژه اروند رود خیلی مهم است در این زمینه، در این راستا باز میگردد به این واقعیت که خیلی پیش از فراز رضا شاه به پادشاهی و دوران تیمورتاش دولت بریتانیا خوزستان رو در واقع اداره میکرد، بخشی از اونها رو به طور مستقیم در آبادان نفوذ زیادی داشت، خب بصره رو در دست گرفته بود و حتی در دورانی که عثمانی ها بر بخش بزرگی از عراق فرمان روایی داشتند بصره در دست بریتانیا بود، یا در میتوان گفت که بریتانیا در بخش زیادی از عراق دارای نفوذ سیاسی بود و نظامی هم. پس از فروپاشی دولت عثمانی که دولت بریتانیا یک کتاز منطقه شده بود، بر خوزستان هم کوشش کرد یک نوع چیرگی پیدا بکنند، از جمله در راستای دستیابی به نفت. پس از اینکه در همون دوران مشروطه نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان به نفت رسید، دولت بریتانیا، شرکت نفت ایران انگلیس که همون دولت بریتانیا در واقع بود، قراردادهایی رو جدا از دولت ایران با سران بختیاری و عشایر منطقه، عشایر عرب منطقه امضا کرد و این واقعا تجاوز حقوق ملی ایران بود. بخشی از این قراردادها روی کاغذ ساده‌ای نوشته شده بود و خیلی از این کسانی که امضا می‌کردن حتی نمی‌دونستن چی رو دارن امضا می‌کنن، پولی می‌گرفتن برای اینکه امنیت لوله های نفتی رو یا چاه های نفتی رو در اون منطقه حفظ کنن. و این یه رابطه ویژه‌ای میان دولت بریتانیا و سران ایلی در اون منطقه ایجاد کرد و از جمله دولت خزعل برام بود که با کاهش قدرت بختیاری ها امنیت نفت رو در اون منطقه خود او در دست بگیرد، یعنی تمام بندرهایی که کشتی های بریتانیا، کشتی های انگلیسی و کشتی های دیگر بندرگیری می‌کردند برای گرفتن نفت و لوله‌هایی که از منطقه مسجد سلیمان و دیگر مناطق نفتخیز خوزستان به سوی خلیج فارس می‌رفت، به سوی منطقه نفت در منطقه‌ای که کشتی‌ها در واقع به اونجا می‌آمدند می‌رفت، اینها رو عملاً خزعل در دست گرفته بود در رقابت با یا در همکاری با سران بختیاری. حتی در اون هنگامی که کسروی رئیس عدلیه خوزستان بود، اشاره می کند که گروه هایی از عشایر بختیاری با خزعل همکاری می کردن و این رو در تاریخ هم آمده. حالا قصد من هیچ توهینی به همیهنان بختیاری نیست، این تاریخ ماست متاسفانه که این گونه دستبندی های عشایری در کشور ما وجود داره. آقای امینی، بله. آقای دکتر بختیار، دکتر عباس قلی بختیار بله، برای من تعریف کرد
گفت این موضوع حقوق اقلیت بختیاری مدت‌ها کشمکش ایجاد کرده بود تا اینکه ثریا ملکه ایران شد و سران بختیاری به او ملتجی شدند که این کار رو روبرا کنه. فقط به اینجا قطع کرد چون همه موضوع رو نگفت که شاه گفت 7 میلیون دلار بهشون بگید بدن برن. ببینید جناب موری، در اون دوران، حالا بازگردیم به دوران خیلی پیش از اون، یعنی دوره رضا شاه و تیمورتاش، که ما در حال ساختن یک کشور بودیم، از این پولا نمیدادن کسی، نه تنها از این پولا نمیدادن، نباید هم میدادن، برای اینکه مفهومی نداشت که شما اقلیت مذهبی در یک کشور داری، ولی مردمی که در تیر و تبارهای قومی در یک جامعه هستن یا ایریاتی هستن که اینها حقوق سیاسی ندارن، بنا نیست که اینها بخش خودشون رو اداره کنند. در دولت مدرن جناب مهری، این رو میگویم و بعد توضیح میدم، دو چیز در انحصار دولت است، یکی ارتش و امنیت است و دیگری اعدام. خب البته خوشبختانه بسیاری از کشورها اعدام رو کنار نهادن، ولی در دولت‌های کهن هر کسی، هر دولت محلی، هر گردنکش محلی میتوانست کسی رو اعدام بکنه. حتی در همین آمریکا آدم‌ها رو در دوره خیلی پیش از اینکه قانون‌گرایی به سرتاسر آمریکا گسترش پیدا بکنه، افراد رو به جرم دزدیدن اسب به دار می‌آویختند با یک محاکمه چند دقیقه‌ای. دولت مدرن انحصار ارتش رو در دست می‌گیره و با در دست گرفتن انحصار ارتش، شهروندان هنوز می‌توانند جنگ افزار در دست داشته باشند، ولی نه به عنوان یک گروه. یعنی اینکه مثلا بختیاری ها مسلح بمانند، کردها مسلح باشند، اهالی خوزستان یک لشکر ویژه خودشون رو درست کنند. دولت مدرن به این پایان میده و اصلا بدون این کار دولت مدرن نمیتواند شکل بگیرد. در اون دوران دولت بریتانیا روی این جریان های عشایری کار میکرد و تأثیر گذاشته بود. در نتیجه با پیدایش دولت مدرن، یکی از کارهایی که تیمورتاش به اون دست زد این بود که حق کشتیرانی در اروندرود و حق ساحلی ایران در اروندرود رو هم به دست بیاره. دولت بریتانیا به این آسانی زیر بار نمی‌رفت و این گفتگوها بالا گرفت و این گفتگوها به انجام نرسید، حتی با دولت عراق به انجام نرسید، چون دولت ایران حاضر نبود دولت عراق رو به رسمیت بشناسد تا هنگامی که دولت عراق این حقوق رو برای ایران قائل میشد. و سرانجام در دوران محمد رضا شاه بود که مسئله اروندرود سرانجام میان شاه و صدام حسین حل شد، ولی تا اون هنگام در دوران تیمورتاش مسئله زورآزمایی بود، چون ایران از یک نیروی نظامی که بتواند با دولت بریتانیا درگیر بشود برخوردار نبود و اصلا نمیخواست درگیر بشود. و این است که ما با این گرفتاری ها در اون دوران روبرو بودیم. آنچه که من بر اون دست میگذارم به ویژه یادآوری این موضوع به همیهنان است که با پیدایش دولت مدرن در ایران، با همه گرفتاری ها، تبهکاری ها، فساد، خودکامگی، آدمکشی ها و بسیاری چیزهای دیگری که تجاوز به حقوق، تجاوز به قانون، بسیاری چیزهای دیگری که در ایران در اون هنگام وجود می داشت، یک موضوع رو نمیتوان کتمان کرد و این است که کوششی برای حق حاکمیت ملی در ایران به وجود آمده بود و با همه محدودیت ها و ناتوانی هایی که به دلیل آقای امینی 3 دقیقه وقته، به همه ناتوانی هایی که در اون هنگام وجود می داشت و بخشی از این موضوع ایران رو با بریتانیا درگیر می کرد و بریتانیا که تصورش این بود که دولت رضا شاه رو اونها در به قدرت رساندن و کرسی نشاندن نقش داشتن، حالا تصور می کرد که می تواند یک کتاز سیاست ایران باشد. یکی از کارهای ویژه تیمورتاش در این دوران که دیگر سیاستمداران کمتر به اون توجه داشتن و بهار این امتیاز رو به تیمورتاش میدهد، در این بود که با درایت دریافته بود که با فروپاشی دولت تزاری و پیدایش دولت اتحاد جماهیر شوروی، ایران میتواند میان این دو قدرت شوروی و بریتانیا بازی بکنه. مجبور نیست که زیر سلطه یکی از اینها باشه.
این رو تیمورتاش خیلی دقیق دریافته بود و در رفتار خودش نشان میداد و شوربخت ها که در پایان کار متهم شد به اینکه جاسوس شوروی در ایران بوده که یک دروغ، یکی از بزرگترین دروغ های تاریخ معاصر ایران است و از این دروغ ها زیاد گفته شده. تقی‌زاده نوکر بریتانیا بود، تیمورتاش هم نوکر شوروی، اینها همه دروغ های تاریخی است که ساختن و در برابر ما نهادند و ما ایرانیان خوشمون میآید که این رو بپذیریم. از این دروغ‌ها این روزها هم پراکنده میکنند که مثلا آقای خامنه‌ای اصلا مأمور کاگب است در مسکو درس خونده. من به اینها نمیپردازم، ولی اینها افسانه سازی هایی است که باید در بررسی تاریخ ایران از اونها کناره بگیریم. تیمورتاش یک ایرانی بود که به ایران مهر میورزید با همه پلیدی های خودکامگی و گرفتاری های دوران پهلوی هم آلوده بود، در فراز فرمانروایی پادشاهی رضا شاه نقش داشت با همه گرفتاری ها، ولی می توان گفت یکی از شاید درس خوانده ترین، تواناترین و روشنبین ترین شخصیت ها و رجال دوران رضا شاه همین تیمورتاش بود که گفتم هفته پیش تقی‌زاده درباره او نوشته است که بوذرجمهر ایران به شمار می آمد و افسوس که زود از دست رفت. اینها چیزهایی است که باید در مورد تاریخ دانست، ولی خب بر روی در شخصیت تیمورتاش هم ما می توانیم با کوتاهی ها و کژروی ها و گرفتاری های زیادی بر بخوریم و به اونها انتقاد بکنیم. بسیار ممنون آقای امینی عزیز، این برنامه هم خیلی خیلی نکات آگاهی بخشی به ما داد، بسیار عالی بود، دستون درد نکنه. امیدوارم که در هفته آینده با سوژه جدیدی خدمت هممیهنان برسیم. مرسی آقای امینی و تشکر از هممیهنان گرامی که به این برنامه توجه دارند و همچنین مرسی از کارگردانان عزیزمون. شب و روزتون خوش.